سلام عرض ادب. سلام و عرض ادب، شب شما بخیر. قربونتون برم. حال شما چطور خوب جناب هستیم، دکتر؟ ممنون. شما خوب هستیم؟ قربونتون برم، خیلی متشکرم از مشتاق دیدار، محبتتون. جان مشتاق دیدار. قربونتون برم جناب دکتر، ما که قربان شما، صدای ناز سلامت بخیر. شما رو میشنویم. هزار ماشاءاللهتون باشه، ممنون، هزار بزرگواری. ماشاءاللهتون باشه، چهره زیبا و دوست داشتنی و ممنون. به تعبیر خانم امیدی هم و همسر همرزم این شهید والا مقام، شما یه علی رو میدی و چقدر شبیه ایشون و چه صدای شباهت زیادی داره صداهاتون با هم دیگه. سلامت قربان باشید. بفرمایید، ما در خدمت شما امشب، شب خانواده شماست و یک بیوگرافی از مختصر از خودتون بفرمایید در ابتدا تا بریم تو مباحثی که باید خدمتون باشیم. خب، سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان، کسانی که توی این لایف هستن، و افتخار آشنایی با خیلی از این عزیزان رو که تک تک دارم. امیدوارم همه هر جا که هستن خوب و خوش و سلامت باشن، نعمت سلامتی اول از همه داشته باشن که نیازی به ما دکترها نداشته باشن. بعد خب، من افشین اقبالی هستم، تنها پسر شهید اقبالی، تنها بچهشون در حقیقت. متولد سال 55 از تهران هستم و الانم که در خدمت شما هستم. سال 1374 ما دانشکده پزشکی شروع کردیم بعد از دیپلم این داستان ها، که البته بینش هم یه داستان دیگه ای داشتیم که ما میخواستیم خلبان بشیم که به به، مادر ما موافقت نکردن و خلاصه مجبور شدیم مسیرمون رو عوض کنیم. بعد باید تعریف کنید اینو حتما برامون. حالا میرسیم به اونجا، چشم. بعد خدمتشون رو که عرض شود دیگه، دور دانشکدهمون رو خوندیم و دانشکده پزشکی 7 سال و خورده ای تقریبا، که از این مقدار 4 سالش من تو زاهدان بودم تا سال 78. و البته خب مزاحم بعضی از دوستان و بزرگواران می شدم، جناب لبیبی فکر می کنم خاطرشون باشه، جناب روادگر که خیلی مزاحمشون می شدم، و حالا آقای کتاب و جناب ازهاری که دوستانی که به هر حال خلبانای بزرگمون بودن و هستن. با پرواز ایرانر من می رفتم و می اومدم، خیلی تو کاکپیت پیششون بودم، اونم به خاطر علاقه که خودم داشتم. بعد از اونم که دیگه منتقل شدیم، اومدیم دانشگاه شهید بهشتی و تهران درسیمون تموم شد و دقیقا خورد به همون سالهایی که امتحان دوره تخصصی توی ایران یه ذره مشکوک میگفتن هستش. امتحان جلو عقب میشد، میگفتن سوالا فروخته شده، لو رفته، حالا صحت و سوق میشن، واقعا من نمیدونم. بر ترتیبی خورد حقیقت زده شدیم. این شد که اون موقع مشغول کارهای تحقیقاتی بودیم تو مرکز تحقیقات بیمارستان طالقانی تهران بودم، و بعدش بیمارستان اختر تحقیقات ارتوپدی کار میکردیم، که با یک گروهی آشنا شدیم و به واسطه این کار تحقیقاتی اومدیم برای کنگره ارتوپدی تو شهر بون آلمان، تو دانشگاه بون، و دیگه کانکشن و این چیزا برقرار شد و دیگه گذشت تا من دیگه سال 2008 برای ادامه تحصیل اومدم آلمان. الان هم که در خدمت شما هستم، رشته تخصصی جراحی ارتوپدی و استخوان و مفاصل اینجا گرفتم، و بعد از اونم ادامه دادم و فوق تخصص جراحی تروما و سوانح رو دارم. ای جانم، و الان هم خدمت شما هستم. هزار ماشاءالله، هزار ماشاءالله، سلامت باشید. هزار ماشاءالله، هزار ماشاءالله. فوق تخصص جراحی سوانح، بله؟ حوادث و سوانح، بله. حالا اینجا بهش میگن تروماتولوژی. به انگلیسی هم تروما. درود بر شما. خب، من از شما میخوام درخواست کنم، حالا توی چند بخش که حالا خودتون، من میدونم الان فی البداهه میگم، ولی شما پزشک هستین و دکتر و بسیار با آی کیو بالا، میخواستم
در چند بخش از شما تقاضا کنم که یک بخشی از زندگی شخصی خودتون، حالا دیگه همینجوری بدون آمادگی دارم ازتون درخواست میکنم، یک بخشی از زندگی شخصی خودتون در اون تایمی که من فکر میکنم حدودای نمیدونم 4 5 سال 6 سال نمیدونم چند سالتون بود که پدر به شهادت رسیدن، تا اون مقطع رو اگر چیزی دارید یادتون هست، و یک مقطعی که خب به هر حال حالا دیگه زندگی بعد هست، از خودتون بفهمید که چه کردید، و حالا همین خلبانی رو حتما بفهمید. خیلی مشتاقیم بشنویم، چون یک شخصی که اینقدر به هر حال چه میدونم مرتبه بالای پزشکی رو طی کرده، قطعا توی خلبانی موفق. از مادرتون هم برامون بگین و بفرمایید دیگه این چند بخش رو، بعد بریم سراغ این شهید بالا من. چشم. اون دوره قبل از شهادت ایشون که تقریبا میشه 4 سال اول زندگی من، میخوام بزنید از همون ماجرا تولدم بگم، چون اینم خودش باز خودش برنامه ایه. ما زمانی که مادر من سر من حامله بود، دقیقا مصادف بود با همین داستانی که اون زمان نمیدونم حالا قدیمی ترا میدونن، بچه های خلبان های پایگاه تبریز یه سال مال دیسکول اونا میرفتن مشهد تابستونا و مثل که پروازه اسکرامبل اونجا انجام میدن، یه چیزی بود به هر حال که برنامه مشهد دائما برقرار بود، دیپلوی میشدن بله. من اون موقع دیگه تقریبا ماهای آخر یا حتی روزهای آخر حاملگی مادر من بودش، پسر من حامله بودن و ایشون مونده بودن تهران که به قول معروف کنار همین پزشک معالجشون و تحت نظرشون متخصص زنان باشن که مثلا مشکلی چیزی پیش نیاد. بل اجبار خوب به هر حال پدر ارتشی بودن و خب ایشون دیگه مجبور شده بودن که برن مشهد، مجبور شدن برن مشهد و اونجا بودن و هی هر روز دو بار سه بار تماس میگرفتن. مادر منم اون موقع خوب هنوز ما خونه زندگی خودمون تهران نبود، اون موقع ما تازه از بوشهر تبریز منتقل شده بودن به تبریز و خب به خاطر حاملگی اومده بودن، نه ببخشید هنوز به تبریز منتقل نشده، هنوز همون بوشهر بودن ولی خب به خاطر برنامه حاملگی تهران بودن. به همین دلیل خب خونه عموی مادر من بودن که خانم ایشون هم همزمان تقریبا پا به ماه بودن، حالا با اختلاف تقریبا یک هفته این بر اون بر قرار بود مثلا هر دو نفر وضع حمل بکنن. ظاهرا یکی از بستگان به هر حال عموی مادرم اینا که اونجا بوده این بنده خدا تشنج داشته اونجا جلوی اینا که حامله بودن، حمله تشنج بهش دست میده و اینا میترسن. این ترسیدن باعث این میشه که علائم زایمان و درد و این تشکیلات و اینا که به قول معروف هم میدونن خلاصه زودتر شروع بشه، یک هفته زودتر، 10 روز زودتر. حالا بابا مشهد برنامه‌ای که چیز کرده بودن که برنامه که هماهنگ کرده بودن تو تقویم و برای مرخصی و هماهنگی بکنن که بیان و باشن به قول معروف تهران برای مثلا اینکه دارن خانمشون بعضا هم میکنن و بچه دار دارن میشن اینا، از قبل شده بودن این برنامه همه چیز ریخ به هم. همزمان از 2 روز قبل تلفن اون منطقه ایراد پیدا کرد و قطع شده بود، حالا داشتن تعمیراتی میکنن هرچی بوده تلفن اون خونه قطع شده بود. اون موقع خب موبایل و چیز و وسیله ارتباطی دیگه ای نبود، یه خط تلفن ثابت بود. ایشون هی از مشهد هرچی تماس میگرفتن خدایا تلفن زنگ میخوره کسی جواب نمیده، خلاصه شانسی تلفن وصل میشه، اینا برمیدارن عموی مامانم برمیدارن مامانم میبرن پیش پزشک معالجشون رو میبرن بیمارستان، میگن نباید بیمارستان تحت نظر باشین چون ممکنه هر لحظه زایمان صورت بگیره. تلفن وصل میشه و اینا تماس میگیرن، پدر تماس میگیرن با در حقیقت همین منزل عموی مادر و میگن که چی شد و چی جوریه و مثلا بچه ها چطورن، میگن که آره چون دردش گرفت و ما بردیمش بیمارستان برای زایمان. یا خب مثلا الان قرار نبود هفته دیگه 10 روز دیگه بود، میگن نه اینجوری شده. خب بزن ببینم من خودم چی جوری میتونم برسونم تهران. خلاصه میرن هرچی دفتر هواپیمایی و این ور و اون ور و خلاصه میگردن، یک دونه بلیت هواپیما مسافر بری خلاصه پیدا نمیکنن، قطار پیدا نمیشه، اتوبوس یه روز تو راهه.
فرمانده پایگاه ظاهرا اون موقع اگه اشتباه نکنم جناب تیمسار ایمانیان بودن. ایشون اتفاقی خلاصه برای یه کار دیگه زنگ میزنن به دفتر تیمسار ایمانیان. تیمسار ایمانیان به آژانسش میگه فلانی اگه زنگ زنم میخوام با صحبت کنم کارش دارم، حالا یه چیزی بوده حالا راجع به مسائل کاری خودشون بوده، اگه زنگ زنم به من وصل کنی. وصل میکنن و خلاصه صحبت میکنن، مسئله کاریشون صحبت میشه. بعدش به ایشون میگن که چیه جناب خالیچی رو سرحال نیستی پکری؟ میگه آره خانم من پا به ماه بود و الان وضعیتش اینجوری شده، منم بلیط هواپیما پیدا نمیکنم برم تهران و اینا. میگه که یعنی با بری تهران الان؟ میگه میگه برو همین الان برگ ماموریت رو امضا میکنم با یه F5 بری سه روزه تهران. هیچ با F5 از مشهد پاشودن اومدن برای سر زایمان تن و پسرشون. یعنی زمانی که رسیدن ایشون تهران، یعنی میگفتن الان خودشون بعداً بعد چند تا از آشناها گفته بودن که مثلا مسیر مشهد به تهران رو با F5 640 نات 650 نات خلاصه سرعت میدن که خیلی زودتر از مثلا تایم استاندارد رسیده بودن تهران. خلاصه تهران لندینگ میکنن با همون لباس پرواز اومدن ایشون بیمارستان. بسیار دیگه دقیقاً همون لحظه که رسیدن دیگه داشتن میبردن مثلا مادر منو برای زایمان تو اتاق زایمان. این از روح تیمسار ایمانیان عزیزم شاد باشه واقعا. چقدر حرکت باشن واقعا بودن. ببین چقدر در و تخته به هم خدا جور میکنه، چقدر زیبا که این جز خاطره ها میشه که یه خانواده مثلا برمیگرم میگن خدا عمرش بده براش فاتحه بفرستن، یعنی نام نیک ازشون میمونه همیشه. بله این از خاطرات دوره تولد. بعد از تولدم خب حالا یه مقداری یه چیزایی من یادم هستش. موقع که پایگاه تبریز بودیم خب من یادمه یه فیات سفیدی داشتیم که البته تو همین 15-20 سال پیشم داشتیم بشن روز ماشین فیات 131 سفیدی بود داشتیم. بله پلاک شیراز هم بود، شمارش هم بود 63-812 شیراز. بعد مثلا برای سرویس ماشین و اینا چون من خیلی با بابا میونم خیلی خوب بود، خیلی هم با هم جور بودیم. برای مثلا سرویس ماشین یا خرید چیز میخواست بره من حتما باید باش میرفتم. مثلا یادم الان قشنگ صحنه چیز که رفته بودیم برای تعویض روغن، موقع تبریز بودیم برای تعویض روغن رفته بودیم، تازه از این جک های هیدرولیک هستش که میذارم ماشین کمپلت میره بالا تا دم سقف، از اینا تازه بود رفته بود برده بودم بالا و فکر کنم قطع شدیم. صداتون میاد یکم، تصویرتون تصویرتون فیکس شد. الان درست شد، الان درست شد. یه لحظه زدن بود حاجه رو میزن اون بالا. من ترسیده بودم دستشون گفتم ماشینمون الان میفته داغون میشه، ماشینمون الان میفته داغون میشه، این ماشینم به جون من وصل بود. خیلی دوستش داشتم مثلا اینو من یادمه. بعدش که منتقل شده بودیم از تبریز به تهران، نه بازار تبریز هم یادم، من بچه که بودم الان هم دارم، نه که فقط دور بچه بود، علاقه شدیدی به لوازم آشپزخونه داشتم، علاقه شدید. آشپزیم هم همه الانش هم خوبه ماشاءالله. بعد از خانم اقبالی بپرسن البته به ایشون که نمیرسه، ولی خب یه چیزی واسه عرض اندام داریم به هر حال این دستا، فقط از این دستا خون سر عمل نمیچکه. ایتونم آشپزی منم که دیدیم، آشپزی شما بله که خورش خلال بادوم یادتون رفته بود. خیلی بود باید واقعا داشتم یه روز میرفتم سر کار، اونو گذاشتم تو ماشین داشتم همینجوری گوش میکردم تا برسم بیمارستان. یعنی تا اونجا من خندیدم، قاب از سرم پرید ساعت 5:30 صبح. خلاصه
بعد علاقه خیلی شدیدی من به خصوص نمیم خاطرتون هست یا نه این زمان قدیم این دیگه زود فضای قدیمی بود که درش آره. اینجوری بسته میشه بعد دوتا سوپاپ داشت اینجوری فیس فیس همش هم منفجر میشه دقیقا قدیمی ها که غیر استاندارد بود من این چون اینجوری پیش 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 صدا میداد و این میچرخی زبون بچه گیر اسم اینو گوشتن بی پیش بی بعد شما گذاشته بودی؟ اصلا معروف تو خانواده معروف بود افشین میگه بی پیش دی بعد هر جا ما خلاصه میرفتیم و اینا من اگه میدیدم ساعتها همینجور فقط میشستم این ماسولین سوپاپ اینو نگاه میکنم که این میچرخه بعد حتی یه دفعه یه جا عروسی رفته بودیم انقدر من از این انقدر اونجا چیز این زودپز مال جهیزیه عروس رو من دیده بودم ولکن نبودم منم از اینا میخوام عزیزم. آخرش به جای رسید چپ واسه این که به خوابم یه ذره لوسم بودم اون موقع این زودپز جهیزیه عروس خانم رو آوردن گذاشتن بالا سر ما کنم شب بخوابیم حالا بازار تبریز ما یه دفعه رفته بودیم اینو من قشنگ یادمه میدونم شما پای به تبریز تشریف داشتین یا نه بله من اون بازار تبریز رو خاطرتون هست یا نه از سردره بله. اونجا بله. اون موقع من که میگم من از بعد از این ماجرا دیگه من اصلا تبریز نرفتم فقط همینجوری شنیدم ولی این تصویر بازار تبریز من الان تو ذهنمه رفته بودیم حالا فکر می‌کنم کسی از بستگان اومده بودن رفته بودیم بیرون حالا اومدن مثلا دیدن ما اومدن مسافرت پیش ما در حقیقت رفته بودیم بیرون جلوی در بازار تبریز همونجا که دستم تو دست بابا بود این مغازه ها رو من دیدم این زودپزا رو چیدن اینجوری مثل اهرام ثلاثه مصر اینجوری رو هم زودپز فروشی بود من اینا رو دیدم از خود بیخود شده بودم بابا این همه بی پیشتی تو اصلا من دوست نداری یه دونه از اینا واسه من نمیخری اینا خندش کردن از خنده همه اونا که دوربر بودن آقا ما رو بردن توی مغازه یه دونه زودپز انقدی کوچولو یه نفره واسه ما خریدن اینا تا همین اواخر داشتیم الان نمیدونم بعد تهران باشه نمیدونم شاید باشه شاید نباشه ولی داشتمش اینو خلاص یه بی پیش پیش میفرستیم براتون تو آلمان اینم از دوران اونجا بدترین خاطره هم که یادم میاد روزی که ایشون برای همیشه خدافزی کردن رفتن تبریز برای ماموریت اون موقع ما تهران بودیم اومده بودیم خب ایشون دیگه افسر ستاد بودن دیگه منتقل شدیم از تبریز به تهران یه سال و نیمی بود تهران بودیم و اگه اشتباه نکنم بله درسته یک سال و نیمی بود ما تهران بودیم این شد سال حدود اوایل 58 بود که اومده بودیم تهران یا اواسط 58 بر ترتیب ما مدتی یادمه دنبال خونه میگشتیم حتی خونه هایی هم که رفتیم دیدیم و اینا یادمه تا حدودی که دنبال خونه میگشتیم که دیگه بخریم چون ایشون خب اون موقع میگفت خب دیگه ما اومدیم تهران دیگه افسر ستاد میشیم دیگه مثلا به ندرت میشه که مثلا بخوام جایی بریم و اینا بهتره خونه خودمون داشته باشیم خیلی ما گشتیم متاسفانه اون چیزی که میخواستیم یا با اون بودجه ما سازگار نبود و خلاص قسمت نشد ما خونه رو بخریم این شد که گفتیم خب حالا اشکال نداره ما یک سال یه خونه اجاره میکنیم یا دو سال یه خونه اجاره میکنیم حالا هستیم تا سر فرصت بگردیم یه خونه پیدا کنیم و بخریم این شد که قشنگ من خاطرم روزی که جنگ شروع شد ما اون موقع خونه‌ای که بودیم توی خیابون جیهون خیابون توس بود من خاطرتون هست میدونید بله بله از اونجا خدا روحشون رو ان شاءالله در این آرامش قرار بده صاحب خونمون یه مرد یه خانواده بسیار نازنینی بودن حاج آقا نصیری خدا رحمتشون کنه به رحمت خدا رفتن بشن. یعنی یک انسان به تمام معنا حالا بهتونم میگم چرا ما اونجا طبقه دوم ساکن بودیم خود ایشون هم با خانوادهشون طبقه اول یا هم طبقه همکف زندگی میکردن بعد دقیقا روزی که روز 31 شهریور بود و این جنگ شروع شد نمیدونم هلوش ساعت فکر میکنم دو نیم ظهر بود
که دراز کشیده بود، بابا اومده بود از تازه از اداره اومده بود و غذا خورده بود، یه ذره دراز کشید توی یه اتاق نشیمن مانند داشتیم که یه تلویزیون، اون موقع تازه تلویزیون رنگی، مثلا تلویزیون پارس اون موقع تازه اومد و همه نداشتم، ما یه تلویزیون رنگی پارس هم داشتیم، اونجا بود تو حالت اتاق نشیمن، اونجا همونجا دراز کشیده بودم که یهو صدا، منم همون بغل داشتم برای خودم بازی میکردم، یه هواپیمای F-14 داشتم که این اسباب بازی ها که دور میزد، بالش باز و بسته میشد، در کاناپیش باز و بسته میشد، چراغ میزد دوباره حرکت میکرد، داشتم من بازی میکردم. بعد مادرم هم کارشون بعد از غذا خود داشتن آشپزخونه رو جمع جور میکنن، ظرف میشستن و این چیزا، که یهو صدای انفجار اومد. خب از اون خیابون جیهون و خیابون توس تا فرودگاه مهرآباد و پایگاه مهرآباد فاصله ای نیستش، این صدای انفجار چنان مهیب بود، دقیقا همون بمباران عراقی بود که اومدن پایگاه مهرآباد رو زدن، اینقدر این صدا مهیب بود که تا برای تا خونه ما رسید این صدا. و من قشنگ خاطرم که مثلا کسی که خوابیده بود یهو 90 درجه بلند شد جاش، میشه صاف وایساد، دوید توی بالکن و همونجوری که توی مسیر فرودگاه رو نگاه میکرد، همونجوری دیدم نگاهش، خاطرم که همونجوری نگاه میکرد اینجوری سر تکون میداد. بعد مادرم هم سراسیمه از آشپزخونه اومد تو اتاق و نمیدونست خب چی شده، اومد ببینه حال همه خوبه، چی شده چی نشده، این چی بود اصلا، این صدای مهیب و این داستان چی چیه و اینا. اومد همون یادمه که دستکش ظرفشویی دستشون بود، اومد و بعد یه بگو چی شده اونا، بعد پدر برگشت گفت جنگ شروع شد. ایده جنگ چیه؟ جنگ با کی فلان؟ گفت نه، ما مدت ها رو منتظر بودیم و دیگه عراق رسما حمله کرد و خلاصه دیگه میخواستن دیگه برن ایشون، یعنی همون روزم تماس گرفتن از ستاد باهاشون برای ماموریت. در نهایت میخواستن برن تبریز، ماشین رو گذاشتن، ماشین خودمون رو گذاشتن. از قبلم ایشون، تازه بعدا ما فهمیدیم که چقدر از قبل ایشون آمادگی واسه این داستان داشتن، یه هفته قبلش گفته بودن به مادر من که زنگ بزن به پدر و مادر، یعنی به پدر بزرگ و مادر بزرگ من، بیان تهران من کار دارم. کل دسته چکاشون امضا کرده بود و در ورج مامانم نوشته بود و که مثلا چیزو گفتم می‌خواستم من ماشین رو به نام مامانم بکنم و این چیزا که هرچی هست مثلا چی باشه، یعنی از قبل به این فکرا بودیشون که همچین کارهایی بکنه که مثلا اگر مثلا جنگ اتفاق افتاد و اتفاقی براشون افتاد مثلا ما اذیت نشیم تا کارهای اداری انجام بشه، یعنی قرار می‌خواست بکنه من اگه خونه ای چیزی یا خونه نذاشون و ماشین و نمیدونم چیزا که به هر حال بود می‌خواستم به نام بکنم که از نام خودشون در بیارم، مثلا بکنم به نام مامان، به نام من، یا هر چی هستش که مثلا مشکل برام پیش نیاد. خلاصه زنگ زدن که باید بیای تبریز، ایشون با ماشین خدا بیامرز علی گیلانی پاشو رفت بره تبریز، قبول ماشین ایشون رو ببره براشون، گفت من خودم که ببرم تبریز ماشین ایشون هم میبرم با خودم دیگه. همین که یادمه که با لباس پرواز و اسکارف سفید اپلک که می‌خواستم برم خداحافظی می‌کردم، من همیشه معمولا هر جا می‌خواست بره بیرون مثلا تو میگفت مثلا میگفتم کجا میری، چون دوست داشتم بره بیرون تنها، چون قبلا هم وابسته بودیم، میگم کجا میری، گفت بابا میخوام من بعد اسباب بازی بخرم، همیشه اینو که میگم بودم باشه برو بخر بیا، چون همیشه به عشق این بودم میره F14 میخره برام میاره از این ماشین کوچولوها. بعد اون روز انگار روز خاصی بود، میگفت برم برات اسباب بازی بخرم بیام، گفتم نمیخوام اسباب بازی نمیخوام، بیا تو نمیخوام بری، و چسبیده بودم به پاش، قشنگ یادم این صحنه ها رو. هر کاری کرد که خلاصه ما رو از به قول معروف حالت بچگانه گلومون بزنن، نشد. بعد و برگشت به مادر بزرگم گفت شما بگیریدش، نه من بغلش کنم، دیگه بغل من پایین نمیاد. و دیگه خلاصه دیگه مادر بزرگم ما رو بغلمون کردن و فقط یادمه که برگشت به مادرم گفت افشین رو میسپارم به تو، تو رو میسپارم به مادرت، مادرت رو میسپارم به خدا. ای خدا. و از این پله ها رفت پایین
توی کوریدور یه مکسی کرد، برگشت پشت سرش به ماهان نگاه کرد و همینجوری اشک که گوشه چشش میومد رفت. و این دیگه رفتن آخری بود که دیگه نهیدیمشون. ایشان روحشون شاد باشه، سلامت باشه. خب اون بخش پروازیتونم ما یه 20 دقیقه در خدمت شما، حتی یه 15 دقیقه 5 دقیقه شم مراسم داریم با شما. بفرمایید اون خاطره پروازی رو بفرمایید و بعد دیگه راجع به مادر بگید و راجع به خانواده بفرمایید. چشم. والا خب من علاقه خیلی خاصی به شغل خلبانی داشتم، ولی به خاطر به هر حال این آسیبی که به هر حال ما دیده بودیم، به هر حال نبود پدر یا اینکه هر دفعه می‌دیدیم یکی از دوستان، بستگان، کسایی که آشنا بودن به هر حال، کسایی که با هم رفت و آمد داشتیم، امروز هستن فردا نیستن، خب آسیب روحی روانی برای همه داشت. هر کی بگه نداره، نبوده، نداشته، خب واقعا دروغه. به خاطر این من واقعا از نظامی بودن و ارتشی بودن واقعا تنفر داشتم. تو یه وقت حمله بر بی ادبی نشه، ولی حس درونی من بود. ولی در این حال عاشق خلبانی بودم و عاشق هواپیمای ایرباس بودم. همین الان هم 6 تا هواپیما بزن جلو، فقط ایرباس انتخاب میکنم. اینا که من این برند رو دوست دارم و اصلا هواپیماهاشو دوست دارم. فرقی هم نمیکنه کدوم مدلش. نه به اون شکل، ولی خب 330 یه چیز دیگه است. استیکو 350ش هم خیلی خوبه ها. 350ش خدا قسمت کنه. 350 واقعا کاکپیتش اینی تو کاکپیتش بشه نمیمونه. جواهریه. خلاصه ما هیچی ما دوست داشتیم خلبان بشیم و سال آخر دیپلم دیگه رسما تصمیم رو گرفته بودم. دیگه رفتیم یواشکی خلاصه این برام بر دنبالش و تحقیقات و همین کارامونو کردیم و کارای امتحانش رو دادیم و شرکت کردیم و همیشه قبول شده بودیم یه جورایی. خلاصه یه روز مادر ما، حالا نمیدونم یه قسمت بود، شاید واقعا یه خیریتی توش بود، حالا خدا میدونه، یه روز مادر ما اومد ما اینجوری که یه چاقو داد دست ما. خدای چاقو چیه؟ میخوای خیار پوست بکنی؟ بچه چاقو میده دست ما، کارد میوه خوری بود. گفت یه مادر اگه میخواد من دیگه اعصاب ندارم پشت در خونه بشینم، بری پرواز تاخیر داشته باشه، نمیدونم هواپیما خراب بشه، نیای دیر بیای، خدا نکنه چیز بشه، من یه بار تو به قول معروف مردم و زنده شدم، دیگه تحمل ندارم مادر من. یه فکر دیگه بکن قربونت، واقعا تحمل دیگه ندارم من. خلاصه این حرف ایشون انقدر روی ما تاثیر گذاشت که تو اون بره زمانی منصرف شدم و دیگه دوره کنکور اون سال گذشته بود. یک سال ما موندیم پشت کنکور و در حقیقت برای رشته پزشکی که تنها رشته مورد علاقه بعد از خلبانی بود امتحان کنکور دادم و قبول شدم و دیگه رفتم دانشگاه زاهدان. دوباره سال 4 دست داشتم انصراف بدم برگردم بیام دوباره به دلایلی نمیدونم اگه اشتباه نکنم یکی دوتا دوستان هی بودن نه حیف الان 4 سال خوندی همون 3 سال دیگه تموم میشی دکتری فارغ التحصیلی فلان کن میخواد چیکار کنی؟ من هواپیماهامون انقدر فرسوده است، خطرناک، همون دایی همون خاله، خلاصه هر کی رسید خلاصه رأی ما رو زندگی، خلاصه این شد که ما فارغ التحصیل شما بودیم. ولی این علاقه رو انقدر زیاد داشتم که من حالا از جناب تیمسار روادگر امشب اومدن، از ایشون حتما سوالشون چی میگن. ما اون موقع که میرفتیم زاهدان رو میومدن، من همیشه تو کاکپیت میرفتم مزاحمشون میشدم. اون موقع ایشون ایران ایر پرواز میکردن و من میرفتم تو کاکپیت، همیشه برنامه پروازا هم همیشه جوری ست میکردم، از قبل برنامه پرواز ایشون هم میپرسیدم یا مال جناب لبیبی و که مزاحم ایشون میشن یا جناب خارقانی هستا. بعد رو همون حس و علاقه‌ای که داشتم یه برنامه فلایت سیمیلیتور من خریده بودم و رو کامپیوترم اینستال کرده بودم. اون موقع فلایت سیمیلیتور 98 بود، بعد 2002 اومد، بعد 2004 اومد، بعد فلایت سیمیلیتور FX اومد و خلاصه این داستانا. من از روی همین و همون اینسترومنتایی که تو پرواز نگاه می‌کردم، مثلا میگم خدایا مثلا قلم دیسنت کنه چیکار می‌کنه، این پروسیجراشون رو نگاه می‌کردم، بعد برای خودم تو ذهنم حلاجی می‌کردم
ای خب الان این کارو کرد، این عقربه مثلا اومد، این مانومتر اومد اینجا، ای این ورتیکال اسپید اینجوری شد، اونو گذاشت روی مثلا 3000 فیت مثلا دیسنت، ای این اومد رو 3000 وایساد اینجا چیکار. تمام اینا رو تو ذهنم ضبط میکردم، میومدم روی فلایت سیمیلیتوره تمرین میکردم. به جایی رسید که من قشنگ با این فلایت سیمیلیتور